سلاودین ربانی وزیر خارجه افغانستان و سرتاج عزیز مشاور امور خارجه صدر اعظم پاکستان در حاشیه نشست سران سازمان های همکاری های شانگهای در تاشکند روی ایجاد یک مکانیزم دو جانبه برای هماهنگی روی مسائل مختلف و مهم در روابط و همکاری های میان افغانستان و پاکستان با شمول امور امنیتی، رفت و آمد مردم و وسایط نقلیه و مسائل دیگر توافق کردند. این مکانیزم پیشنهاد شده را آقای ربانی وزیر خارجه افغانستان و سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان به گونه مشترک ریاست می کنند. ولی اینکه آیا ایجاد این مکانیزم می تواند ختمی به تشددهای سرحدی و پرتاب راکت ها بر ولایت های افغانستان گردد موضوع صحبت است که ما مهمان البته برنامه از کابل خواهیم داشت. محترم آقای گل احمد اعظمی نماینده فرا در ولسی جرگه با ما هستند. آقای اعظمی سلام بر شما و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم، واکنش شما به خبری که همکنون از فرا شنیدید چیست که در او یک قاضی را طالبان در ولایت به دار آویختند؟ به نام خداوند بزرگ سلام خدمت شما و بینندای عزیز تلویزیون. واقعا یک خبر تکان دهنده بود. قاضی که از مسیر شارای هرات فرا توسط مخالفین از موتر پایان شده بود، پیاده شده بود، بالاخره او را از بین بردن، شهید ساختن و اعدام کردن. و برای نیروهای مسلح ما به کار است که توجه خاص به امنیت شارها کنه و که مردم مسئول باشه در رفت آمد، هم مردم عادی ما، هم کسایی که در حکومت کار میکنه یا کاروبار و تجارت توی گپاره میکنه و ما این عمل شدیدا تقبیه میکنم. بله، خب مکانیزم، برمیگردیم به مکانیزم که اکنون ایجاد شده در بخش البته نظارت بر امور ماورای سرحدات بین افغانستان و پاکستان. فکر میکنین این بتونه رای حل به ایجاد پست‌های نظامی پاکستان در قلمرو افغانستان و یا پرتاب راکت بر خاک افغانستان بر برخی از ولایت های از او گرفت؟ فکر میکنیم موضع حکومت افغانستان بعد کابی در قبال پاکستان جدی بوده یا خیر؟ ما به این عقیده هستم که خط دیورند آل دیگه برای ما به یک سرطان، به یک زخم خونین تبدیل گشته. در بین تمام حکومت هایی که در این سال ها گذشته و حکومت فیلی با پاکستان یک معضله و مشکل کلان بوده که هم مردم افغانستان قربانی داده، هم قوای مسلح ما، هم پاکستانیا به این مشکل باید نقطه پایان بمانه. و من به این عقیده هستم که ختمی از این معضله را میتونه مردم دو طرف مرز، هم مردم افغانستان هم مردم پاکستان، به اصطلاح ما پشتو میگن لر و بر پشتانه، در این مسیر که زندگی میکنه این مشکل حل کنه. و برای دولت مردای ما به کار است و هم برای حکومت دارای پاکستان که این مشکل باید از طریق سازمان ملل متحد با یک نشست بین المللی، همچنین اعضای دائم شورای امنیت و حتی سازمان کنفرانس اسلامی در یک نشست بین المللی با هم بشینن. بله. و به این زخم خونین که هیچ مداوا نداره یک نقطه پایان بمانن تا ما بتانیم در یک همسایگی نیک با پاکستانیا زندگی. بله. کنیم. خب و ما امیدوار هستم به این نشست شانگهای. بله. این مشکل و معضله که بله بارز مزره طوری که دیدم مشکل خاص پاکستان مطرح شده مکررن این بوده. بله. بله که سرحد ترخم من حیث سرحد رسمی بین دو کشور شناخته شد و در او پوسته ها ایجاد شد و مردم با ویزه و پاسپورت از این طریق سفر کنند تا پاکستان بتونه نظارت روی تردد دهشت افغانان در دو طرف سرحد داشته باشد. به نظر شما این خواست پاکستان تا چه حد مشروع بوده میتونه؟ به نظر شما یا به رسمیت شناستن سرحد ترخم یا خط ترخم میتونه با مزله تنش بین پاکستان و افغانستان خاتمه بده یا خیر؟ این خواست شخصی حکومت پاکستان است، حتی خواست ملت پاکستان هم نیست. ما پیشتر خدمت شما عرض کردم این معضله را ما میتونیم فقط ذریعه کنفرانس بین المللی که اونجا خود سازمان کشورهای همسایه ما، همجوار ما و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد باشه به این نقطه پایان بمانیم و همچنین
یک نظرسنجی، یک ریفراندوم میگین، یک اجماع ملی خود مردم این طرف مرز و اون طرف مرز میتونه به این مشکل نقطه پایان بمانه. و اگر یک طرف پاکستان بخواه که ایره ما به رسمیت بشناسیم، این صلاحیت دولت مردای ما هم نیست و بدون تصمیم ملت هرگز به این هدف پاکستان برآورده شده نمیتونه. بله، ممنون و سپاس از حضورتان در برنامه آقای عظمی، وزیر که شرح روی موضوعاتی که در شانگهای البته مطرح شده با بیننده ها در میان گذاشتین. سپاس از شما.